سلام و درود خدمت شما و با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما دوستای عزیز. آقا اومدیم با یک ویدیوی فوق‌العاده مهم و اون ویدیو هم چیزی نیست جز خبرهایی که به واسطه نزدیک شدن به آخر ماه داره دونه دونه میاد بیرون و همه رو میخوام خدمتتون بگم. حتما حتما در واقع ادامه بدید ویدیو رو و همه خبرها رو ببینید، چون ممکنه که یکی از خبرها کاملا به درد شما بخوره. در حد 5 ثانیه بهتون بگم که اگر خواستید مشاوره 404 برای زبان و تجربی دریافت بکنید یا انتخاب رشته خواستید، میتونید که انتخاب رشته برای همه رشته ها داریم، به آیدی تلگرامی که اینجا هستش پیام بزنید یا توی دیسکریپشن. خب بریم سراغ خبرهامون. اولین مورد، دیروز آخرین مهلتی بود که شما میتونستید گروه آزمایشی خودتون رو انتخاب بکنید و به قول معروف برای سهمیه هم یه فرصتی بود که قبلا خدمتتون توضیحش داده بودم که بچه‌هایی که سهمیهشون اعمال نشده بود به قول معروف میتونستن تا 22، یعنی میتونن تا 22 مرداد ماه به ارگان مربوط مراجعه کنن. دیروزم فرصت انتخاب گروه آزمایشی کنکور به صورت کامل تموم شد. حالا بعضی از بچه ها میپرسن اگه ما تایید نکرده باشیم چی؟ اگه گروه آزمایشی رو انتخاب نکرده باشیم چی؟ به صورت خودکار سنجش تیر ماه رو انتخاب میکنه. یه نکته، اگر شما وارد پندل سنجشت شدی دیدی گزینه‌ای به اسم انتخاب گروه آزمایشی کنکور وجود نداره و به جاش یک متن قرمزی نوشته که به قول معروف یه سری توضیحات رو داده، بدونید که سنجش اصلا خودکار خودش انتخاب میکنه و شما کنکورهاتون یکی بوده. ولی اگر متفاوت بوده کنکورتون، اصلا یه گزینه دارید، یه گزینه بزرگ توی پنل سنجشتون به اسم انتخاب گروه آزمایشی که خب طبیعتا تایمش تموم شد. شایدم الانم باشه چون من دیگه چک نکردم، چون معمولا سنجش یک تایمی رو که میده تا یه روز بعد یا چند ساعت بعدش هم همچنان سایت باز خواهد بود. نکته بعدی که خواستم خدمتتون توضیح بدم، نتایج کنکور و همه موارد هستش که یه مقدار افتاد جلوتر، یعنی به قول معروف نزدیک شدیم. فردا که 20 تا 30 به شدت چنل رو دنبال داشته باشید، یعنی مثل خیلی از بچه ها که 10 روز کامل برای تاییدیه سوابق تحصیلی وقت داشتن ولی چک نمی کردن و پیجای کنکوری رو دنبال نمی کردن، چنل ما رو دنبال نمی کردن، تایید نکردن و به مشکل بزرگی برخورد کردن که خب به هر صورت باید به آموزش پرورش شهرشون مراجعه کنن. شما حتما حتما دیگه از 20 تا 30 به شدت دنبال روی چنل باشید، حتی تا هفته اول شهریور. اگر یک ویدیو هم از دست بدید ممکنه که کلی نکته و خبر و کارهایی که باید انجام بدید و توسط سنجش اجبار شده رو هم باز از دست بدید. مثلا ممکن توی ویدیوی بررسی دانشگاه یه نکته رو بگم که همه بچه ها باید انجام بدن، خب طبیعتا کسی که اون رو ببینه دیگه میتونه به کاری که باید انجام بده انجام بده و دیگه عقب نمونه، جا نمونه. بریم سراغ نکته بعدی، اونم اینه که توی 20 تا 30 نتایج فرهنگیان اول از همه منتشر میشه، اول از همه. بعد از اینکه نتایج فرهنگیان به صورت کامل منتشر شد، اتفاقی که میفته اینه، کارنامه نهاییتون میاد، یعنی یا یه روز بعد فرهنگیان کارنامه نهاییتون میاد. حالا اینجا یه مشکل است، کسایی که فرهنگیان قبول میشن باید تایید بکنن که آیا میخوان برن فرهنگیان یا انصراف بدن قبل از اینکه ثبت نام کنن. اگه بخواید برید فرهنگیان دیگه معدل، دیگه چه میدونم کارنامه یه تیر ماه برای شما قابل نمایش نیست و حق انتخاب رشته سراسری رو نخواهید داشت. اینو حتما توجه کنید، حتما حتما توجه کنید و شما نمیتونید ببینید اون رو مگر اینکه انصراف بدید، انصرافتون تایید بشه یه مقدار تازه دیرتر از بقیه، با فاصله 1-2 روز در واقع کارنامه نهاییتون رو ببینید، که کارنامه نهایی بعد از فرهنگیان میاد که معمولا شامل همه چیز هستش دیگه، رتبه کشوری، رتبه منطقه، تراز اصلی، تراز سوابقی که خیلی از بچه ها میگفتن آقا
تراز سوابق ما اصلا توی کارنامه اولیه نبوده، خب برای هیچ کس نبوده، ولی توی کارنامه نهایی برای شما خواهد بود که همه اطلاعاتتون اونجا قرار خواهد گرفت و دیگه به قول معروف شما میتونید متوجه بشید که آیا میتونید برای اون رشته مورد نظر قبول بشید یا نه، که البته با دیدن ترازها و موارد دیگه آنچنان نمیشه پیش بینی کرد، به خاطر همونه که انتخاب رشته رو گذاشتن که شما شانستو امتحان کنید. خب این از این مورد. نکته بعدی که میخوام براتون توضیح بدم اینه که بعد از اومدن کارنامه نهاییتون احتمالاً روز بعدش دفترچه بیاد. دفترچه که بیاد دیگه تایم انتخاب رشتهتون مشخصه. پیش بینی من اینه که توی این هفته‌ای که قراره بیاد فرهنگیان میاد، یعنی امروز اگه اشتباه نکنم 19 همه، تا 25 فرهنگیان میاد، تا 27 و 28 کارنامه نهایی میاد و 30 احتمالاً دفترچه منتشر میشه و 1 تا 7 انتخاب رشته بچه هاست و 3 راحت براتون تمدید میکنن، 2 تمدید میکنن، اولا 9 کامل برای انتخاب رشته وقت دارید. همه هجوم نبرید انتخاب رشته کنید، کسایی که خودشون میخوان انتخاب رشته رو ثبت کنن، کسایی هم که به ما سپردن طبیعتا باید منتظر بمونن و کارشون از روز اول تا روز پایان 6 یا پایان روز 7 به صورت کامل انجام خواهد شد و خدمت بچه ها ارسال خواهد شد و از این بابت هیچ جای نگرانی برای بچه ها وجود نداره. خب این اطلاعات رو بهتون دادم. نکته بعدی در رابطه با بذارید این رو یه بررسی کنم. آقا یه نکته که خیلی برای من جالبه و بچه ها دارن اشتباه میکنن اینه که طرف میگه آقا من تو اردیبهشت ماه انسانی و زبان شرکت کردم، توی تیر ماه خب فقط مثلا تجربی شرکت کردم، یا مثلا من چجور میتونم بین این 3 کنکور یکی رو انتخاب کنم؟ ببینید بچه ها، کنکورهای شناور مثل زبان همیشه چسبیده به یه کنکور اصلی هست، یعنی در واقع شما فقط کنکور اصلی تو انتخاب میکنی، همین. و به قول معروف اگر 2 زبان داده باشی بالاترین تراز زبان برات حساب میشه، ولی برای کنکورهای اصلی باید انتخاب میکردی. یعنی شما که میخوای انتخاب رشته کنی یا برای انسانی و زبان انتخاب رشته میکنی، جفتی با هم توی یک ردیف توی یک جدول، و به قول معروف یا مثلا تجربی و زبان، یا نه دوست داری اصلا اصلیه رو انتخاب رشته نکنی با این که انتخاب کردی، میای فقط زبان رو انتخاب رشته میکنی. پس زبان جز کنکور شناوره، نه این که بگیم اینو انتخاب کنم یا کنکور اصلی رو انتخاب کنم. همیشه کنکورهای فرعی به کنکور اصلی چسبیده است. حالا شما انتخابی که کردی اصلی و فرعی، دیگه میتونی انتخاب رشته اینو انجام ندی یا جفتشو با هم انجام بدی. به هر صورت مشکلی برای حرکت و فرایند انتخاب رشته شما توی در واقع فرایند انتخاب رشته مشکلی به وجود نمیاره که شما بگی من فقط میخوام از کنکور شناورم استفاده کنم. در هر صورت شناور همیشه چسبیده به کنکور اصلی و شما وقتی انتخاب میکنید کنکور اصلی خودتون رو انتخاب خواهید کرد. خب من قبلا هم توضیح دادم بچه ها، لطفاً این مورد رو توجه کنید که نمیتونید الان بگید با این تراز چی میارید، نمیتونید، ما هم نمیتونیم. چرا؟ چون تعداد داوطلب ها 1,000,000 به بالاست و نمره های داوطلب ها تأثیر قطعی سوابق فرق کرده برای امسال. ما نمیتونیم به دیتا ها و اطلاعات سال پیش رجوع کنیم چون همه چی امسال فرق کرده، نمره های ترمیم فرق کردن، نمرات جابجا شدن، تراز ها نحوه نمره دهیش فرق کرده، ظرفیت دانشگاه احتمالا فرق کرده، هیچی معلوم نیست اصلا تا زمانی که نتیجه نهایی اصلا بیاد که بدونیم پس فرد مثلا با این تراز 100% اینو قبول میشد. اما بعد از اومدن دفترچه انتخاب رشته که ظرفیت ها معلوم بشه، تراز ها معلوم بشه که بدونیم تراز داوطلب ها به صورت کلی در چه رنجی بوده، اونجا دیگه ما میتونیم پیش بینی بکنیم و به قول معروف بیایم از اطلاعات و دیتاهای خودمون، تجربه خودمون و حتی یه نیم نگاهی به دیتاهای سال پیش یه انتخاب رشته انجام بدیم برای بچه‌ها که به واقعیت براشون نزدیک‌تر باشه. پس به هر صورت الان قبل از اومدن دفترچه ما نمیتونیم تشخیص بدیم که فرد با این تراز چی میتونه قبول بشه. پس به نظرم به این مورد فکر نکنید و لذت ببرید تا انشالله زمانی که انتخاب رشتهتون شروع بشه. انشالله که موفق و معید باشید. یا علی.